بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بر پای گل از خار ستم آبله پیداست، سر سلسله ای را اثر سلسله پیداست، از فرش الی عرش خدا ولوله پیداست، در وادی خونین بلا قافله پیداست، دارند همه از شرر داغ چراغی، خیزید که از این قافله گیریم سراغی. در تاریخ آمده است زمانی که زنان و فرزندان و خاندان امام حسین علیه السلام بعد از مصیبت‌هایی که در شام دیدن، یزید برای اینکه اونها رو برای حکومت خودش در شام خطرناک می‌دید و برای اینکه مردم رو که نسبت به حکومتش بدبین شده بودند گول بزنه، دستور داد تا اهل بیت علیهم السلام رو به سمت مدینه حرکت بدن. سرپرستی کاروان اهل بیت علیهم السلام رو امام سجاد علیه السلام بر عهده داشت. زمانی که کاروان از شام حرکت کرد تا به سرزمین حجاز بره، بر سر دوراهی عراق و حجاز از راهنمایی که همراه کاروان بود خواستند تا اونها رو از مسیر کربلا عبور بده تا کاروان داغدار بتونن قبور مطهر شهدا رو زیارت کنن. پس کاروان راه کربلا رو در پیش گرفت و زمانی به سرزمین کربلا رسیدن که مصادف شده بود با اربعین شهدا، یعنی از روز عاشورا 40 روز گذشته بود. این قافله رو کرده به بیت الحرم عشق، کوبیده به میدان اسارت علم عشق، گفته است بلیها به بلاهای غم عشق، از بحر طواف حرم محترم عشق، احرام همه جامعه خونین اسارت، کردند به خوناب جگر غسل زیارت. زمانی که کاروان در روز اربعین به کربلا رسید، جابر ابن عبدالله انصاری با جماعتی از بنی هاشم و مردانی از خاندان رسالت و اهالی روستاها و محله های اطراف هم برای زیارت به کربلا رسیده بودند. جابر به سر تربت دلدار رسیده، بر یاور بیاور دین یار رسیده، گویی که بران کشته عزادار رسیده، با سینه سوزان و دل زار رسیده، محرم شده و عشق فشان خانده خدا را، با خون جگر شست قبور شهدا. با پیوستن کاروان اهل بیت علیهم السلام به جمع جابر و دیگه دوستان امام حسین علیه السلام در کربلا، شور و قوغایی برپا شد. هر کس بر سر قبر عزیزش ناله و نوحه سرایی میکرد و شاید بتوان اولین اربعین رو اولین مجلس اعضای امام حسین علیه السلام دونست که امام سجاد و بانو زینب کبری سلام الله علیها صاحبان اصلی اون عذاب بودند و بیشتر از همه این خانم زینب کبری سلام الله علیها بود
که در کنار قبر برادر نوحه سرایی میکرد و با برادر درد و دل میکرد. مرگ من بود دمی که از تو جدایم کردن، در همان گوشه گودال فدایم کردن. دوستانم که نبودن بگریان بر من، دشمنانم همگی گریه برایم کردن. من که خود را نمای همه عالم بودم، سر خونین تو را راه نمایم کردم. هر کجا خواستم از پای در افتم، دیدم کودکان دست گشودن دعایم کردم. خجلم از تو که گم گشته امانتهایت، بر سر خار دویدند و صدایم کردم. گریه ها داشتم از دوری روی تو، ولی خنده ها بود که بر عشق عزایم کرد. همراهانم که گرفتن قبار از محمل، همه در خاک فتادند و رهایم کردند. تا دم مرگ طرفدار تو بودم ای دوست، دشمنان یک سر تحسین به وفایم کردند. این اسارت همه جا عزت من بود حسین، که پیام آور خون شهدایم کردم. و این چنین بود که کاروان اهل بیت علیهم السلام چند روزی رو در کربلا موندن و برای شهدا مجلس عزا و ماتم برپا کردن. و با برپایی این مجلس عزا به تمام دوستان و شیعیان آموختن در هر مصیبت اول مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو به یاد بیارید و گریه کنید. به همه آموختن که مصیبت عاشورا و کربلا از تمام مصیبت‌ها و بلاهایی که در آسمون‌ها و زمین اتفاق افتاده و خواهد افتاد بزرگتره، و این مصیبت بزرگ فقط مخصوص کربلا و شهدای کربلاست و بس. ایام اربعین تو یا صبح محشر است، یا روز جانگداز وفات پیامبر است. حسین فاطمه، هر جا عزای توست همان جا حریم توست، از ابتدای خلقت تا صبح محشر است. احرام ما لباس سیه، کعبه کربلا، عشق مصیبت تو فرات است و کوثر است. اینجا نه کعبه، کعبه در اینجا کند طواف. اینجا نه خانه، خون خداوند اکبر است. بر هنجر بریده او نام زینب است، در سینه دریده او قبر اصغر است. بوی حبیب میوزد از خاک آن مزار، بوی حبیب میوزد از خاک آن مزار. آری حبیب نور دو چشم مظاهر است. این سنگ ها کو در دل گودال ریخته، یادآور جنایت خصم ستمگر است. عباس کیست؟ آن که به رزم و به حلم و صبر، گاهی حسین، گاه حسن، گاه حیدر است. عباس کیست؟ سر و روان دو فاطمه. عباس کیست؟ چشم و چراغ دو مادر است. ما هم به اتفاق شما در هر کجا که هستید، از راه دور دست ادب به سینه میگذاریم و عرض میکنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. یا سر از این فکر جدا کن، یا دست من گیر و مرا غرق خدا کن. حبیبم غرق خدا کن،
هم بال من بشکستم دل.